مناظره یعنی نظرگاه ها را در برابر یکدیگر قرار دادن و دیگران رو به انتخاب یک نظرگاه برانگیختن و به شرط اینکه آهنگ مجادله و جدال و ستیز و غلبه‌جویی در بحث پیدا نکنه، چون به همان اندازه که مباحثه کمک به رشد و تعالی انسانیت انسانه، مجادله کمک میکنه به دوری انسان از مسیر تکامل انسانی و افتادنش به مسیر انحرافی زورمداری و غلبه‌جویی. بنابراین بحث مشترک، مباحثه و مناظره شرط اولش باید این باشه که راستی با هم صحبت کنیم، نظرگاهامون رو با هم در میان بگذاریم تا به کمک یکدیگر از روی حق و حقیقت و واقعیت بیشتر پرده برداریم. فرق نمی کنه چه در شناخت واقعیت و چه در شناخت حقیقت، در هر دو بحث سازنده بی‌غرض و از روی احساس فکری حق پرستی بسیار میتونه مفید واقع بشه. عرض کردم هم در شناخت واقعیت، هم در شناخت حقیقت، هم در شناخت اون چه هست، هم در شناخت اون چه باید باشد. اون که دوستان قبلا اطلاع داده بودن این بود که متن برنامه امروز همین مناظره و گفتگو و مطرح کردن مسائل از جانب دوستان دیگره، به همین دلیل موضوع خاصی هم برای اینکه ابتداعا من بحث خدمتتون ایراد کرده باشم تعیین نشده بود، این مقدار را هم به عنوان مقدمه مناسبی برای برنامه عرض کردم. آماده هستم که اگر مطلبی از جانب دوستان مطرح میشه با شکل مباحثه اون که به نظرم میرسه در بارش بیان کنم. با تشکر از آقای بهشتی، همونطور که ایشون فرمودن منظور ما اینجا مباحثه است و نه مجادله. ما میخواهیم که از این مباحثه یک شبهات و مبهمات و اشکالاتی که در جامعه و یا در فکر ما وجود داره برطرف بشه. همونطور که گفتیم ما دعوت کردیم از گروه های سیاسی چند دقیقه پیش از طرف انجمن دانشجویان مسلمان دانشکده ادبیات دو نفر تشریف آوردن که برای مناظره آماده شدن. و انجمن دانشجویان مسلمان این دانشگاه هم ایشون رو تایید کرد. قبل از اینکه وارد مباحثه یا مناظره شده باشیم، بد نیست مسئول جلسه و زمانی که گفتین مشخص باشه و به اصطلاح کیفیت صحبت و اگر خب اجازه بدین موضوع بحث رو ما مشخص کنیم به اصطلاح وارد مباحثه میشیم. به نام خدا و به نام ابوذر، سمبل مبارزه علیه اشرافیت و نه اشرافیت پوست کنده و مستقیم، بلکه اشرافیتی تحت لوای اسلام. البته در مورد جریانی که خب اخیراً در جامعه ما به نام مثلا مناظره یا مباحثه به وجود آمده، در حالی است که یک سال از انقلاب می‌گذره و نیروهایی که حالا یا خوب یا بد در هر حال در رژیم گذشته زحمتی کشیدن، شکنجه‌ای دیدن، در رژیم جمهوری اسلامی هم چنانچه در جریان این مسائل بودید
این یک سال زیر فشارهایی که خب دست کم از فشارهای آریامهری نداشت بودن و طبیعتاً خیلی خوب بود که این مناظره از ابتدای انقلاب شروع می شد و اگر مسائلی مطرح بود به صورت صحبت حل می شد، نه اکنون که تعدادی از دانشجو یا کارگر یا در هر حال از مردم همین مملکت تحت عناوین پوچ شهید شدند و در هر حال این مناظره رو شاید برای فراموش کردن اون فشارها و یا برای سرپوش گذاشتن اون فشارها ترتیب داده باشیم. در هر حال ما از موضع انجمن دانشجویان مسلمان هیچگاه این صحبت رو قبول نداریم، ولی در هر حال به خاطر اینکه جمعیتی هست و ممکنه از طریق صحبت بعضی مسائل پوشیده این مملکت آشکار بشه استقبال کردیم. از اونجایی که آقای بهشتی اعلام آمادگی کردن که صحبتی بشه و ذکر کردن که مطلبی در میون نبوده، پیشنهاد ما این هست که در مورد این لفظی که خب زیاد در مطبوعات یا رادیو تلویزیون شنیدیم، مسئله انحصار طلبی، چنانچه میل داشته باشن نقطه نظرات خودشون رو بگن و باز به صورت زمان مساوی به اصطلاح رو در رو جوابی رو از ما بگیرن. شما حدود 7 دقیقه مطلب رو مطرح کردین و حالا آقای دکتر بهشتی پاسخ بدید. در این یک سال گذشته شرایط برای برگزاری این گونه بحث‌ها و گفتگوها فراهم بوده مثل همین حالا. چیزی که در این یک سال مثل حالا فراهم نبود این که عده‌ای از ما بتونیم شرکت کنیم، والا از اول پیروزی تا حالا تشکیل این گونه اجتماعات و اینکه افرادی بیان نظرگاه‌هاشون رو بگن محضوری نداشته. این هم که ما کمتر توفیق پیدا می‌کردیم شرکت کنیم که اتفاقاً مربوط میشه به موضوعی که برادرمون تحت عنوان انحصار طلبی مطرح کردن، ناشی از سنگینی وظایفی بود که بر عهده‌مون بود و با اینکه آرزو می‌کردیم حالا که آخرین مرحله به وجود آمدن نهادهای نظام جمهوری اسلامی از نظر شکلی داره به مرحله انجام نزدیک میشه، ما رو فارغ بگذارن برای حضور بیشتر در این گونه برنامه ها، متأسفانه باز هم اونطور که خواسته این فارغ گذاشته نشدیم و باز مسئولیتی رو خواستن قبول کردیم. منتها حدود مسئولیت ها حالا به نسبت شکل یافته تر و منظم تره و این امید هست که بتونیم مقداری از وقت و نیرومون رو در این مجرا سرمایه گذاری کنیم. انقلاب جامعه ما که ریشه هایش خیلی عمیقه، در سال 57 توانست شکل عمومی‌تر و همگانی‌تر
به خودش بگیره و قیام ناب و قیام عامه و توده مردم بشه. و در این قیام در این به پا خواستن عمومی و همگانی مسئله مهم مسئله رهبری بود. رهبری همونطور که همه میدونیم به صورتی که دست کسی نبود و آهنگ طبیعی جامعه بود منتهی شد به امام. این که امام در جای یک رهبر مورد قبول اکثریت قاطع این ملت قرار گرفتن، این یک واقعیت عینی اجتماعی است که فکر میکنم همه او را میشناسیم. در همون مواقعی که این قیام و این بقا خواستن شتاب میگرفت و به مرحله رسیده بود که یا پیروز میشد یا با یک سرکوب بسیار شدید سرکوب میشد، این رهبر در صدد برآمد که برای مدیریت و اداره این قیام کسانی رو انتخاب کنه و تعیین کنه و از آنها مسئولیت بخواد. و طبیعی است که ایشان در درجه اول در انجام این مهم و در تامین این نیاز سراغ کسانی می رفتن که از اونها شناخت بیشتر و کاملتری داشتن و می تونستن به اونها اعتماد کنن که در همون مسیر و در همون خط و با همون معیارها کار بکنن. اینجا یادداشت دادن که رعایت تساوی وقت ایجاب میکنه که من سخنم رو اینجا تمام کنم. ذکر کنید که موضوع بحث مورد قبول هست یا نه؟ بله، یعنی الان وارد همین بحث شده ایم. بنابراین فکر میکنم بنده آمادم که بحث رو اینجا تمام کنم روی اعتقادم به نظم، اما این یک نظم مطلوبی شاید نشه. فکر میکنم باید حدود 7-8 دقیقه من بحثم رو تمام کنم و بعد درست به همون اندازه وقت برای برادرها بگذارید، بلا اثر میکنه میشه یه تقسیم ریاضی بی ثمر. ایشون با افراد و اشخاص مختلفی که آشنایی داشتن همون وقت پاریس بودن ملاقات داشتن و در هر یک از این ملاقات ها از اونها میخواستن که هم خودشون هم افراد دیگر رو معرفی کنن که تا چه حد آماده هستن قبول مسئولیت کنن. و پس از اون که از افراد مختلف اطلاعات جدیدی رو کسب کردن به اضافه شناخت و اطلاعات قبلی که خودشون داشتن، به دنبال این جنبندی بود که از اونجا یعنی از پاریس به اینجا به تهران اطلاع دادن که اول بار یک گروه 5 نفری از شاگردان قبلیشون، از کسانی که از خیلی وقت بود اونها رو می شناختن، از روحانیین که در مبارزه هم کم و بیش بودن ولی به هر حالیشون بیش از هر چیز با خط تفکر اسلامی و اجتماعیشون آشنایی داشتن و با حضور کم و بیششون در مبارزات و با سلابقی که اصلا از بعضی از اینها از سال 42 از نظر حضور در خصوص این مقطع مبارزه داشتند و مسئولیت هایی که اون موقع بعضی از اینها واگذار کرده بودند، 5 نفر رو انتخاب کردند که اینها نقطه شروع ترکیب گروه های مسئولیت پذیر در ادامه کار باشند، که این 5 نفر
همونطور که باز هم من در مجامع عرض کردم، مرحوم استاد مطهری بودن، آقای هاشمی رفسنجانی، آقای دکتر باهنر، آقای موسوی اردبیلی و بنده. و از همین جا بود که بارهای مسئولیت بر دوش این چند نفر افتاد به انتخاب امام و به دلیل سابقه آشنایی و شناخت ایشون و به دلیل اعتماد ایشون و بعد اینها بودن که افراد و گروه‌هایی رو، منظورم از گروه‌ها نه گروه‌های سیاسی بزرگ، یعنی دو نفر سه نفرهایی رو به امام معرفی می‌کردند و امام بر حسب مطالعات و تحقیقاتی که از راه‌های دیگر هم داشتند بقیه رو با رأی نهاییشون تکمیل می‌کردند و این تکمیل ادامه یافت تا هسته مرکزی 10-11 نفری اول به وجود اومد و بعد دولت و شورای انقلاب و تا حدود 20 نفری که مسئولیت‌های بیشتر بر دوششون افتاد. این مسئله که این گروه 5 نفری و یا اون گروه 20 نفری مسئولیت‌ها را عهده‌دار شدند و این صرفاً به اعتبار این بود که امام انتخاب می‌کردند و امام هم باز نه به عنوان یک کسی که می‌خواست عقیده خودش تحمیل کنه، بلکه به عنوان کسی که ملت و امت حق انتخاب و اختیار و رهبری رو از آن او شناخته بود و او هم طبعا میتونست در حدودی که اعتماد و اطمینان و شناخت داره مسئولین انتخاب کنه و مسئولیت بده، مسئولیت ها به این شکل بر عهده این افراد آمد و این فورا در بیرون تفسیر شد به انحصار طلبی. واقعیت برای شماها از زبان ماها و از زبان امام میتونه روشن بشه، چون این انتخاب شدن و انتخاب کردن میان ایشون و ما بوده. میبینید که مسئله از جانب ما و دوستانمون طلب اصلا نبوده، چرا رسد به انحصار طلبی. فقط یک راه داشت با اون که به امام بگیم چون ممکن است متهم بشیم به قدرت دوستی و مقام پرستی و انحصار طلبی، معذور دارید ما را، مسئولیت ها را دیگری رو براش پیدا کنید. فقط این راه وجود داشت و البته در آن موقع هم فورا گفته می شد که بله اینها حاضر نیستن مسئولیت ها را به عهده بگیرن، یا تواناییشو ندارن یا حاضر نیستن. نه برادران و خواهران، واقعیت اینه. بد نیست برای اینکه آخرین جریانی را که به این به نشون دادن این مطلب کمک میکنه براتون نقل کنم. آخرین جریان مربوط به این دور اخیره. در امروز چهارشنبه، بله حدود یک شنبه 18 روز قبل که به برحب اطلاع امام ما 5 نفر منتاش این بار به جای مرحوم آقای مطهری آقای خامنه‌ای در این جمع دعوت شدیم، رفتیم اونجا. ایشون فرمودند بر طبق قانون اساسی باید مسئولینی را من معین کنم و از شما میخواهم که نظر مشورتتون رو در این باره بدید. اعضای شورای نگهبان، 2 نفر عضو مشاور در شورای عالی دفاع، فرمانده رئیس ستاد، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، و اضافه کردن که از نظر فرمانده کل قوام چون من نمیتونم الان حضور داشته باشم، به نظرم رسیده است که یک شورای 3 نفری تا 5 نفری پیشنهاد کنید تا این سمت رو به اونها واگذار کنیم. در مورد شورای عالی دفاع به مناسبت سابقه کار این دو برادر گفتم که در این مورد آقای هاشمی و آقای خامنه‌ای این دو نفر آقایون عضو باشن و بعد خودتون اگر افراد مناسب دیگه ای رو میشناسید یه نفر یا 3 نفر پیشنهاد کنید تا اقدام بشه. در مورد قوه قضاییه فرمودن که من از تو میخوام با این آقای موسوی مسئولیت این کار رو قبول کنید.
پاسخی که بنده راجع به قوه قضاییه دادم این بود که گفتم از 7-8 ماه قبل به دلیل احساس ضرورت ساخت فکری و اجتماعی و تشکیلاتی جامعه بر اساس خط اسلام و بر اساس اون بینشی که ما داریم فکر می‌کردم که چه بهتر از این به بعد همه نیرو و امکان من در این میدان باشه بدون اینکه سمتی رو عهده‌دار باشم. اجازه بدید که بدون سمت خدمت کنیم به انقلاب و به جامعه. ایشون فرمودن نه، در این مورد بپذیریم مسئولیت را، اگر قرار من اطمینان خاطر پیدا کنم بپذیریم مسئولیت رو. به ایشون عرض کردم که این اگر واجب عینی نباشه و بتونیم دیگری را معرفی کنیم که جناب عالی به ایشون اطمینان پیدا کنه، جمع کرده این بین هر دو. ایشون فرمودن نه، واجب عینیه. بنده هم قبول کردم. از اونجا آمدیم بیرون، گفتیم در موارد دیگر باز شور میکنیم، شور نهایی رو خدمتتون میگیم. آمدیم بیرون، نشستیم، مشورت کردیم در مورد فرماندهی کل قوا. همین جمع ما مشورت کردیم، به این نتیجه رسیدیم که در شرایط کنونی جامعه مصلحت انقلاب و جامعه انقلابی ما در این است که جانشین فرمانده کل قوا و نماینده فرمانده کل قوا و کسی که به جانشینی رهبر این مسئولیت را به عهده میگیره برادر اون آقای منی صدر رئیس جمهور باشه. این پیشنهاد را خدمت ایشون اطلاع دادیم و مورد قبول هم قرار گرفت. شما از این برخوردی که در همین مقطع زمانی روی داده استنباط میفرمایید که این گروه انحصار طلبه و مقام طلبه و سمت طلبه، یا اینکه چه در مقطع قبلی و چه در این مقطع سعی کرده تا اونجا که میشه دیگران مسئولیت ها رو به بگیرن و واقعا خواست اصلی ما در تمام این مدت این بوده است که در مسیر انقلاب مثل قدیم خدمت گذار باشیم. بنابراین انحصار طلبی از نظر ما در شکل اینکه افرادی، اشخاصی، قشری، گروهی بخواهد قدرت را به خود انحصار دهد و سمتها و منصبها را به خود انحصار دهد مردود بوده و هست و خواهد بود. ولی به این عنوان که گروهی، افرادی در راه پیشرفت در خطی که برای انقلاب و پیشرفت میشناسند همواره کوشا باشند و اگر مسئولیتی بر عهده اونها گذاشته شد شانه از زیر بار مسئولیت خالی نکنند، از این نظر یک صفت مثبت و یک وظیفه شناسی و وظیفه گذاری. این توضیحی است که فعلا در این زمینه میتونم عرض کنم و بعد منتظر بیان دوستان خواهیم بود که برادران خواهیم بود که ببینیم اونها چه دارن در این زمینه. نه، شما یه مطلب مطرح فرمودید، حالا اگه سوال دارید. به نام خدا و به نام ابوذر، با توجه به دعوتنامه‌ای که به ما داده بودن، امضایی که زیر دعوتنامه بود نوشته شده بود گروهی از استادان دانشگاه صنعتی شریف و ما تصور میکردیم که اساتید دانشگاه هم در این مناظره شرکت میکنن و به این منظور محور بحثی رو که برادرانمون در نظر گرفته بودن برای این مناظره، محور راهگشایی و بن‌بست شکنی این انقلاب بود که در مبارزه ضد امپریالیستی خلاصه میشه. با توجه به این که در آخرین لحظات متوجه شدیم که آقای بهشتی خودشون تنها هستن و با توجه به شناختی که ما نسبت به ایشون داریم، دیگه صحبت از مبارزه ضد امپریالیستی معنا پیدا نمی‌کنه. وقتی صحبت از مناظره میشه بایستی امتیازات یکسانی به دو طرف داده بشه. از بعد ورود ما به این جلسه جب و میکروفون در ابتدای هم در اختیار آقای بهشتی قرار گرفت و
به هر چی که دلتون میخواد گفتم. اجازه فرمایید آقا ساکت بشین عزیزم. لازم بود لازم مدد میخوام برادران نظم جلسه رو حفظ کنن. من صدا میکنم ناظر جلسه با بنده صحبت بکنه. نه همونطور که گفتی ما از اول قصدمون این هست که تمام اشکالاتی که داریم اینجا رفع بشه، بنابراین با سر و صدا هیچ کسی چیز نخواهد فهمید. لطفا سکوت رعایت بکنید و بفهم. با توجه به این که میکروفون در ابتدا در حدود 8 دقیقه در اختیار آقای بهشتی بود و ایشون نظر خودشون رو نسبت به مجادله و مناظره و مباحثه فرمودن و ما هم به صراحت در ابتدا اعلام کردیم که نظر ما نسبت به این مناظره چیه. وقتی که قرار شد مبارزه ضد امپریالیستی مطرح بشه، قرار بود دو نفر دیگه از برادرانمون در اینجا شرکت بکنن که با توجه به این توضیحی که دادم دیگه حضورشون اینجا ضروری نبود. ما بحثمون فقط بر سر این بود که اگر انحصار طلبی بوده ریشه یابی بشه، اون نقاطی که انحصار طلبی شروع میشه بحث بشه، صحبت بشه، ولی نمیدونیم چطور ایشون به خودشون گرفتن و تاریخچه‌ای از انحصار طلبی ها رو که با وقتی هم که در انحصار خودشون گرفتن بیش از اندازشون قرار بود ما 10 دقیقه صحبت کنیم، ایشون 23 دقیقه صحبت کردن. در این بود پادشونه اگه مشکل سوالی باید مطرح بکنید، اینی که میگید وقت آقای بهشتی توضیح فرمودن که ما نمیخوایم اینجا به طور ریاضی وقت تقسیم بشه. اگه شما هم مطلبی دارید و سوالی دارید، اگر وقت زیادی هم به اندازه را بهشتی میگیره بفرمید، فقط نمیخوایم اینجا مطلبی را بفهمید، مشکل ما حل بشه. یکی شما حالا این موقعی از بحث این بگیر بگیر که رفت چیز بگیر بگیر شما اصلا نظر نه، شما فقط نظاره بکنید. برادر ما سکوت رو هستی لا آیا سکوت کلیه برادر ما خواهی توجه کنم. من با مذار از حضور همه برادر ما خواهی توجه کسی شدم. این جلسه از طرف استادان و دانشجویان بوده و استادان هم در همین جلسه حضور دارن. این یک دوباره خدمت هم ساعت که بعد هر مقدار آقای بهشتی پرسک گرفتن و بحث کردن، شما میتونید میکروفون در اختیارتون هست، تمام حضورم هستن، هر چه وقت بخواید میتونید صحبت بکنید و من فکر میکنم از هر نوع بحثی، حالا میخواد مبارزه ضد امپریالیستی باشه یا انحصار طلبی باشه یا هر موضوع دیگه باشه، میشه در موردش بحث کرد. اگر هم که استادان هستن، شما اگه مطلبی دارید، یکی از استادان هم مطلبی داره میخوان بخونن، میتونن باشه مسئله خاصی مثلا. شما مسئله این فهم شد بفهم شما از دوید من ناظر بشنست شما ناظر اکیم با فهم نمی کنم بایدی شما یه نفر ناظر مردی سید یه نفر همون هست ما یه جا از دانشون هستیم که این دعوت رو به مناظره به عمل رو بردیم بحث اصلی شما بگیریم و به صلاح از مغلطه یایی که وقت چه بوده بخواییم دوستان سکوت رو یاد کنیم. بقیه صحبت رو به برادرم میسپارم و ما بایستی تذکر بدیم که ما به این جد عادت کردیم و بیشتر مفتوشش شدیم. دوستان سکوت رو عادت کنیم. دوستان در صحبت های آقای بهشتی ذکر شد که مشغله های فراوانی که از ابتدای انقلاب تا حالا داشتن مانع این بیشد که این به اصطلاح جو پاک، جو بهتر از اون جو بیرون، جو حزب اللهی، جو چماقداری زودتر شکل بگیره. در هر حال اون چیزی که ایشون مانع میدیدن مشغله و کار فراوانشون بود. البته ما منکرین نمیشیم که کار داشتن، درسته، و کارنامه این یک سالشون رو هم همه در جریانش هستید. چیزی رو که ابتدا در صحبت‌های خود ایشون یا در صحبت‌های امام دیده میشد که فرزند زیر بار غرب، زیر بار اسارت غرب نمیخواهیم بریم و امام هم بارها تأکید میکردن که در این مقطع دشمن چی هست، شما از موضع قدرت داخل شورای انقلاب
آیا در جریان تجدید قراردادهای اسارتبار امریکایی و امپریالیستی نبودید؟ کارهایی که بود اینها بود. قراردادهای نظامی که در زمان شاه ما ازش بحث و تقبیح می‌کردیم، آیا اطلاع دارید که در زمانی که شما در شورای انقلاب بودید و رئیس شورای انقلاب بودید این قراردادها تجدید شد؟ آیا در جریان بودید که چه به سر جوانای این مملکت میاد، اونهایی که مخالف هستن که این اختلاف طبقاتی شدید در جامعه ما باشه؟ و خب این راهپیمایی اخیر پنجشنبه جامعه برای شکرگزاری امام رو هم دیدیم که در چند محل تشکیل نشد و اون مقداری هم که تشکیل شد 100 نفر 150 نفر. در هر حال این مناظره خب از موضع ضعف داره برگزار میشه. اون چیزی که مطرحه اینه که ذکر شد برای حل مسئله و راهگشایی. از نظر ما برای دو تا مبارزی که در میدان هستن، مباحثه یا مناظره، برای راهگشایی بله، ولی شما که عمل کرده یک سال خودتون نشون داد که مرتب نیروهایی رو که در ابتدا صادقانه پشت سر شما قرار گرفته بودن و حالا اون راه پیمای روز جمعه نشون داد که در چه وضعیتی هستید، شمایی که بارها سایر نیروهای سیاسی در جامعه ما تقاضای دادخواهی از شما کردن، فریاد یا للمسلمین زدن که چرا طرفدارای ما رو سر می‌برن، که چرا طرفدارای ما رو با چماق می‌زنن، بنابراین ما با شما نشستیم چه راهی رو بگشاییم. در هر حال مسئله ای که هست اینه که هیچگاه امام اینها رو تایید نخواهد کرد و ما ابا داریم از اینکه این مسائل رو به امام ببندیم و واقعا چهره امام رو پاکتر از این نامردمی هایی که در جریان این یک سال به وجود اومد میبینیم. تصور نکنید اگر هر خلافی رو که کردید ببندید به امام شما پاک میشید، نه، محبوبیت امام رو، سازش ناپذیری امام رو در جامعه به تردید میاندازید. شما که میدیدید به طور روزافزون نیروها از دور شما پراکنده میشن، شما به عنوان یک فرد مسئول موظف بودید که امام رو مطلق نکنید. شما که از پایگاهی در جامعه برخوردار نیستید و مرتب دم از اکثریت میزنید، اون بود راهپیمایی شما و اون هم از میتینگایی که برگزار میشه و خب سر از 100,000 و 200,000 میزنه. شما به عنوان یک فرد مسئول وقتی قادر نبودید این مشکلات اجتماعی ما رو برطرف کنید، چرا کنار نرفتید؟ البته این وضعیت بعد از انقلاب هست. قبل از انقلاب هم که ابهام سراسر وجود تعدادی از افرادی که بعد از انقلاب به بعضی از ساخت و پاختای خودشون با جنایتکارا و جنرال های امریکایی ذکر کردن، وقتی که ابهام وجود اونها رو گرفته بود، اونهایی که مرتب دم از پیروز شدن مردم می زدن ولی در عمل در وادی ابهام نتونستن تحمل بکنن و آخر به سازش رسیدن، در همون زمان افرادی بودن که ضمن این که می گفتن حق پیروز است، مردم پیروز خواهند شد، این رو با خون خودشون با فدا کردن خودشون نشون می دادن. پای صحبت با هوایزر نمی شستن.
اون چیزی که الان مطرحه، شما به یک سری از ملاقات های خودتون در گذشته اذعان کردید. اگر از یک موضع حق خواهی که ذکر کردید به خاطر حق دارید صحبت میکنید، آیا هنوز هم اون ملاقات ها رو مجاز میدونید؟ آیا این کارها با اجازه امام بود؟ آیا اون مسائلی که در رابطه با بختیار و در رابطه با به قول دانشجویان خط امام یک جریان انحرافی، یک جریان خیانت و جاسوسی در انقلاب پیش آمده بود، شمایی که از آنها اطلاع داشتید آیا به امام اینها را میگفتید؟ مسئله که برای ما مطرحه این هست که قانونی رو که قانون اساسی رو که به عنوان مثال مبنای ضابطه رفتاری در جامعه ما هست، در بعضی قسمتاش ابهام داره. شما میاد به عنوان مثال همین طرح دو مرحله ای رو در اونجا میگنجونید، بعد به نام اینکه امام قانون اساسی رو تایید کرده باز میبندید به امام، در حالی که این مسئله در قانون اساسی به هیچ وجه مطرح نشده. در هر حال سوالهایی که مورد نظر ما هست این است که الان که میدونید پایگاه ها و مناسبی رو قصد کردید که بیشتر از کمیت های طرفدار شما هست، اکنون چی؟ اکنون باز فکر میکنید که مردم شما را تایید خواهند کرد به نام اینکه امام با اسم از شما حرفی به میون آورده؟ شما تصور نکنید که هر کس که در جناح مخالف نیست حتما با شماست. جناح متلاشی شده به قول من ضد مجاهد همش دنبال شما نیست. درسته که یک عده‌ای در جناح مخالف شما در جناح مخالف و مذهبی شما نیستن، ولی هیچ موقع تصور نکنید که حتما دنبال شما هستن. اون جناح سایر متلاشی شده ترین و پراکنده ترین نیروهاست. با توجه به این مسئله است که ما میگیم انحصار طلبی، شمایی که در جامعه پایگاه مردمی ندارید لطف بفرمایید که این مسئله رو جواب بدید. خب شما حوزه یک رو مسئله تون مطرح کردیم، یه مطلب خیلی کوتاه هست اینجا در رابطه با شرکت استادان عزیز در این جلسه که از یکی از استادا میخوان که اینجا مطرح بکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض معذرت بیانیه که از طرف استادان یکی از استادان دانشگاه در این باره نوشته شده بود بنده قرائت میکنم، و عرض مثل تفاهمی هم که پیش اومده با طرف تبشر بابی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. در شرایطی که بر خود گروه های سیاسی و مذهبی با یکدیگر به گونه روزافزون شکل میگیرد، بحث آزاد یکی از بهترین راه های رفع اختلافات موجود میان گروه هاست و به زعم ما اختلاف در زمینه های اعتقادی و هم اختلاف در عملکردهای سیاسی را میتوان با تبادل روی در روی افکار حل نمود، چون خود ضامن تداوم جذب آزاد در جامعه امروز ما. دعوت گروهی از برادران دانشجو را برای بحث آزاد فرصتی می‌دانیم مغتنم برای کاستن از اختلافات موجود میان گروه‌ها، و بدین جهت از گروه‌های مختلف سیاسی ایدئولوژیک انتظار می‌رود بدین دعوت پاسخ مثبت داده و در جلسه روز چهارشنبه 22/12 در دانشگاه صنعتی حضور یابد. این اعلامیه صرفاً یک پشتیبانی بود از اقدامی که دوستان دانشجو انجام داده بودن. پس بنابراین با صحبت ایشون این مسئله رو ما که اول شما فرمودید که امضاش استاد بود، مثلا
حل بشه که این طرف از طرف تعدادی از استادان و دانشجویان بوده و از طرف استادان تنها نبوده. و حالا هیچ مصیبتی نداری آقای دکتر بشید بعد وقت نمید خوب موضوع انحصار طلبی رو به عنوان موضوع بحث مطرح کردند. نمیدونم مطالبی که در این زمینه گفتید چند درصدش توضیح این مطلب میتونه باشه. شما این مطالبی که گفتید من خلاصش رو یادداشت کردم، ببینیم تا چند اندازه میتونه مربوط باشه به موضوع بعد. مسئله کارنامه یک سال، مسئله تجدید قراردادهای امپریالیستی، مسئله راهپیمایی چند صد نفره و از دست دادن موضع قدرت و پایگاه مردمی، مسئله این که مناظره از موضع ضعف برگزار می شود، مسئله این که هیچگاه امام این مسائل رو تأیید نخواهد کرد و هر خلافی را که کردید به امام نبندید، مسئله این که امام را مطلق نکنید، مسئله ابهامی که وجود افراد را قبل از انقلاب یا ملاقاتهاشون را گرفته، مسئله این که گفته اید برخی از این ملاقاتها رخ داده و اذعان کرده اید و در این باره چه میگید امروز، مسئله این که قانون اساسی ابهام دارد و شما حالا دارید مطلبی رو به امام نسبت میدید، مسئله این که پایگاه هایی رو امروز قصد کرده اید که متناسب با پایگاه مردمیتون نیست. اینها رؤوس مسائلی بود که قسمت مهمی از این وقتی رو که مطالبی فرمودید گرفت. نمیدونم اینها تا چند دازه به موضوع بحث مربوط بود. خب حالا من چه کنم؟ من طبعا شما مسائلی رو مطرح کرده اید که لااقل باید دربارش یک حد اقل توضیحی رو بدم، ولی این از دید من روش سالم بحث نیست. وقتی میخواییم واقعا یه مطلبی رو با هم دربارش صحبت کنیم تا هم برای خودمون روشن بشه، هم برای دوستانی که هستن روشن بشه، یکی از اصولش اینه که خط بحث رو حفظ کنیم. وقتی چند موضوع قاطی میشه با هم طبعا به روشنگری کمک نمی کنه. اولی مطلب گفتید که انحصار طلبی، این تیکش مربوط بود، من اون رو توضیح میدم. انحصار طلبی را چرا به خود گرفتید؟ من به خود نگرفتم، من داشتم شما مطلبی رو که مطرح کردید خیلی صادقانه رفتم توی همون متن اون که در جامعه هست و اون این است که بر خلاف حقیقت و بر خلاف واقع یا به صورت دروغ زنی آگاهانه یا به صورت خلاف واقع گویی ناآگاهانه، انحصار طلبی رو در طول این یک سال در گفته ها و نوشته ها برای کوبندن این گروه به کار می بردن. به همین دلیل من به جای اینکه مسئله رو خیلی کلی کنم و با گفتن این مقدار کلیات وقتمون رو بگذرونم، بحثم آوردم درست روی همون مطلبی که تو جامعه مطرح کرده اند و به ناحق و ظالمانه و ستمگرانه مطرح کرده اند. و طبیعی که من برای بیان این ستمی که رفته است بر دوستان ما صحیح این است که اون کلی رو در رابطه با همون عینیتی که در خارج هست مطرح کنم و بگویم
که بر اساس یک توهم برای اونهایی که ناآگاه بودند، که بسا اونم ناآگاه بودن، و بر اساس یک دروغ زنی و شایع سازی آگاهانه برای اونهایی که آگاه بودند و فقط نمیتونستن این اعتماد اجتماعی رو در جامعه تحمل کنن، آمدن گروه دوستان ما را به انحصار طلبی متهم کردن و من این رو روشن کردم که داستانش چی بوده. تجدید قراردادهای امپریالیستی و پرسیدید آیا تا چه حد ما خبر داریم، میتونید یک نمونه هایی از اون قراردادهای امپریالیستی را که در این مدت تجدید شده بیان بفرمایید یا سوال کرید از من؟ دوستان عزیز ببینید، اگر یک واقعیاتی هست که با الله اکبر نمیشه پوشوند، اگر هم نیست بذاریم ما رسوا بشیم. دوستان خوبی که دارت میمونید الله اکبر که چی به این قرار دادا، اگر نیست خب بذاریم ما رسوا بشیم. دوستان عزیز وقت من کنترل کردم با این رس بذاریم صورتشو کنمش. اون که در این یک سال انجام گرفته عموماً در جهت پایان دادن به این قراردادها بوده و من توضیح دادم که در مدیریت جامعه در طول این یک سال در اون سخنرانی شما نمیخواد آخوتونم گوش کنید که روشن بگید، در اون سخنرانی مربوط به ترکیب شورای فکری شورای انقلاب توضیح دادم که در این مدت برخی از این دوستانی که در شورای انقلاب حضور داشتن سریعتر و قاطعتر این پایان دادن رو دنبال می کردن، برخی ها آرامتر و گام به گام. بنابراین اون که صورت گرفته اما از این که سرعت و شتاب لازم را به دنبال نظرات و آراء اون گروه به خود گرفته یا اونهایی که به دنبال آراء این گروه سرعت خودش را نداشته اما بوده، به هر حال در جهت پایان دادن به این قراردادها بوده. اگر قراردادهایی هست بر خلاف این سوال بفرمایید عیناً تا بتونم توضیح بدم. و اما مسئله این ملاقات ها که دیگه از بس گفته شده و من پاسخ دادم برای هممون یک چیز تکراری، من توضیح دادم، امیدوارم این توضیح ها رو اقلا اینجا که دوستان میشنوند دقت کنن ببینن چی میگم. تا اونجا که این ملاقات ها چون گفتید بیشتر ناظر به من و برخی از دوستان هستید، توضیح دادم که ما اما قبل از عضویت در شورای انقلاب هیچ گونه ملاقات نداشته ایم، نه از طرف ما خواسته شده و نه از طرف دیگران خواسته شده. تا اون موقع اصولاً خط ما خطی بوده است که دیگران خواستار چنین ملاقات هایی نبودند. پس از مسئولیت شورای انقلاب دیگه مسئله خط مطرح نبوده، مسئله مسئولیت مطرح بوده. چون ما مسئولان بوده ایم یا در اون موقع که قبل از پیروزی بود و مسئولیتمون به صورت علنی و با نام اعلام نشده بود، به عنوان کسانی که نمایندگان امام در اینجا هستند و نزدیک هستند شناخته شده بودیم، از طرف دیگران مراجعه می شد، مراجعاتی داشتند، این مراجعات را ما بررسی می کردیم. اگر به نظرمون از همینجا می آمد که این مراجعات را نپذیریم، صحیح تره نمی پذیرفتیم، مکررم نپذیرفتیم. اگر این مراجعات را رد کردن به نظرمون روشن نمی آمد و بحث می کردیم و فکر می کردیم که حالا که مراجعه می کنند به مسئولان کشور باید با اونها رو در رو مطالب رو بشنویم و پاسخ بدیم و از موضع قدرت موضع خودمون رو بیان کنیم و نظر مثبت می دادیم، دو حالت داشت: یا مسئله برامون کاملا روشن بود عمل می کردیم، و یا مسئله جا داشت از نظر ما که با امام مطرح بشه و با امام مطرح می کردیم. بنابراین قبل از این که ما عضو شورای انقلاب باشیم هیچ گونه مذاکره، گفتگو، مراجعه ای نبوده، چون خط ما مشخص بوده است، خط کسانی است که میخواستن روی پای خودشون و ملت هر تلاشی دارن به جلو ببرن. پس از قبول مسئولیت در شورای انقلاب
مراجعات رو گاهی رد کرده ایم چون به نظر متکثن بیجا، و اگر که در خود بررسی و تجزیه و تحلیل بوده، تجزیه و تحلیل کردیم با اکثریت آراء شورا مثبت یافتیم، از موضع قدرت باش برخورد کردیم، و اگر نیازمند به سوال از امام بوده با امام از امام قبلا سوال کرده ایم، اگر رد کردن رد کرده ایم، مثل اینکه در این 3-4 ماه اخیر ایشون گفتن نه از این به بعد مطلقا اصلا تماس باید نباشه با آمریکایی ها، به همون صورت عمل شده. و اگر امام رد نمی کردن و باز موکول می کردن به نظر شورا، بر طبق مصوب نظر شورا عمل می کردیم، و به هر حال در تمام این موارد برخوردها از موضع قدرت و از موضع نشون دادن اینکه ما بیش از هر چیز به استقلال کامل سیاسی و اقتصادی و نظامی خودمون پایبند هستیم. این از اون تکیه کلام‌هایی بوده است که هر کس مصاحبه‌های هفتگی من رو در این چند ماه که مرتب بوده و مصاحبه‌های قبلی رو که نامرتب صورت گرفته مطالعه کنه، به عنوان اسناد زنده می‌بیند، اسناد منتشر شده می‌بیند که همواره روی تأکید بر برخوردمون با دیگران از موضع استقلال کامل سخن گفته ایم و عمل کرده ایم. اما درباره قانون اساسی دو مرحله‌ای بنده گمان میکنم دیگه روز دوشنبه به اندازه کافی توضیح دادیم و علالقاد عموما شنیده اید، دیگه تکرار نکنیم. قانون اساسی یک اصل داره، میگوید نمایندگان مجلس شورا با رأی مخفی و مستقیم مردم انتخاب میشوند. کیفیت شرایط انتخاب شونده، انتخاب کننده و کیفیت انتخاب رو قانون معین میکنه. قانون رو هم شورای انقلاب تصویب کرده، قانون است. چرا گفته است اکثریت مطلق؟ به اندازه کافی توضیح داده ایم، یک بار دیگر هم خلاصه توضیح میدیم. چرا؟ برای اینکه مجلس میخواد به نمایندگی از مردم تصمیم بگیره. هر قدر این نمایندگان با رأی بیشتری از مردم به مجلس بروند، نمایندگیشون در این تصمیم گیری از جانب کل ملت قدرت و پشتوانه بیشتری داره. و بعد شما که میگویید ما، شما که میگویید ما در این مدت باید یافته باشیم که اصلا پایگاه مردمی نداریم، برای ما که پایگاه مردمی نداریم، چه اکثریت مطلق چه اکثریت نسبی، چون به هر حال که ما راه پیدا نمی کنیم. و اما اگر مسئله از ما برکنارش کنید و روی خود ماهیت و هویت مسئله صحبت بفرمایید، و اون وقت میبینید که توضیح همان است که در مناظره روز دوشنبه دادیم. در مورد این که میگویید پایگاه‌هایی را قصد کردید، این هم از همون حرفا، چی را قصد کردیم، چی را رفتیم سراغش، بازم تکرار میکنم، چیزی را که رهبر باید بر طبق قانون اساسی او معین کند و او از ما خواسته است که مسئولیت را قبول کنیم، و با این حال به دلیل علاقه به نوع فعالیت دیگری که توش سمت نباشه گفتیم نه، و ایشون گفتن نه وظیفه شما است پذیریم، این قصد اسمش. و آیا این میتونه جو سالم سازنده اجتماعی و جو تعاون و تفاهم به وجود بیاره؟ یه چیزی مثل آفتاب روشنه، برادر ما باز هم میگوید قصد کرده ایم. بنده امیدوارم که ما در کاربرد کلمات برادر عزیز دقیق‌تر باشیم و کلمات رو طوری به کار بریم که بی جهت جوی را که میتونه به مباحثه کمک کنه به مجادله نکشه. یه تذکری بود که یه تذکری لازمه که اینجا داده بشه به کلیه حضار محترم، که اگر ما در موضع موافق بودیم که مثل شما شنونده بودیم، بنابراین اگر برخورد میشه شما باید تحمل بکنید، و همونطور که گفتم اگر ما در جناح موافق بودیم دیگه صحبتی نداشتیم اینجا که بکنیم. بنابراین مسئله‌ای هستش که گفتم از اونجایی که برای ما جوهر مسئله و جوهر قضیه فقط در این خلاصه میشه که یک سری مسائل روشن بشه، در اینجا شرکت کردیم.
بایستی رفت یه مقدار به عقب و جریان انقلاب خودمون رو یک تحلیل خیلی کوتاه ازش داشت. امپریالیسم به عنوان سد اصلی تکامل به دلیل ماهیت استثماری خودش در دنیا و به دلیل جهانخوار بودنش هیچ رابطه‌ای جز اسارت با ما یا نبرد نداره. ملت ما مرحله دوم یا طریقه دومش رو برای خودش انتخاب کرد و در اثر فشارهای اقتصادی جامعه و در اثر اون پتانسیل انقلابی تشیع در جامعه، نیروهای مردم، نیروهای خلق در یک فاصله زمانی کوتاهی در بین خودشون سازماندهی ابتدایی رو کردن و نوک تیز حمله به طرف امپریالیسم. برای مبارزه با امپریالیسم شروطی لازمه که به تجربه اثبات شده. اینهایی که مطرح میشه انقلاب ما دارای مشخصات خاصی بود و یک خصلت ها و خصیصه ها برای خودش داشت که هیچ یادیده نمیشد. نه، جوهر اصلی حرکت فشارهای اقتصادی جامعه، خفقان، عدم آزادی و از یک طرف دیگه پتانسیل انقلابی تشیع که برادران دیگرمون در تحلیل‌های سال‌های 42 به بعدشون به این پتانسیل انقلابی در جامعه میرسن. بنابراین برای رهبری مبارزه ضد امپریالیستی نیاز به یک کادر رهبری، به یک ارگان، به یک زمینه ذهنی هست. اگر مسیر تشیع رو ما نگاه بکنیم ببینیم که هر موقع مبارزات تشیع اون کادر انقلابی و کادر رهبری خودش رو پیدا نکرده به تأخیر افتاده و هر وقت این کادر رهبری به وجود آمده از تمام نیروهای مردمی این جریان انقلاب و تحرک در جامعه ایجاد شده. وقتی که مردم حرکت میکنن برای از بند رها شدن و آزاد شدن و زیر این همه فشارهای اقتصادی خارج شدن نیاز به کادر رهبری هست که شامل کلیه نیروهای مردمی باشه. انحصار طلبی در نوک انقلاب از اونجایی به وجود میاد که دیگران تحمل وجود این نیروهای مردمی رو چه به لحاظ این که خلاف ایدئولوژیک داشته باشن، که هنوز در اون مرحله ابتدای انقلاب هیچ کدوم از این تضادها چه ایدئولوژیک چه استراتژیک هنوز رشد و به اصطلاح عمده نشده. اگر که این ماهیت انحصار طلبانه، افزون طلبانه، تک محورانه نبود و انقلاب ما از یک کادر رهبری منسجم و مردمی برخوردار می بود، عناصری پیدا نمی شدن که حالا مورد مؤاخذه قرار بگیرن. توجیه این که ما رو برگزیدن، ما رو انتخاب کردن، اینها تمام برمی گرده به این مسئله که زمینه ذهنی چطور به وجود آمد در زمان انقلاب، ملاکاش چی بود، ملاکای انتخابش چی بود. پس اون تودهی که توده مردمی که داشت حرکت میکرد را افتاده بود، اونا هر کدوم برای خودشون سرپرستی توی جامعه داشتن. وقتی که شما این سرپرست ها رو اجازه ندادید داخل سیستم رهبری کننده جامعه باشن، تکلیف اینا چی میشه تو جامعه؟ و روز به روز تضادهایی که تشدید نشده عمده نشده تشدید میشه و فعال میشه، چیزی که اگر درست باش برخورد میشد در این موضع قرار نمیگرفتن. به دلیل ماهیت انحصار طلبانه و واپسگرای نیروهای حاکم در زمان انقلاب که نخواستن صادقانه با مردم برخورد بکنن، نخواستن مسائل برای مردم حل بکنن، ما بعد از یک سال گذشتن از این میبینیم که جامعه به دلیل داشتن رگه‌های شرک‌آلود، رگه‌های ضد توحیدی به چه محورهایی تقسیم میشه. این دلیلاً به ذات همون جامعه هست، به دلیل ذات اون افرادی هستش که درون اون کادر رهبری کننده به دلیل ماهیت انحصار طلبانه خودشون بوده. این برای ما کاملا روشنه. این دیالکتیک اصلا جامعه هست. این از اون ابتدا بوده، زمان علی و حالا برای ما غریب نیست. بقیه اوقات هم رو میدم برادرم. در ضمن صحبتاتون اشاره کردین که افرادی که اعتماد اجتماعی داشتن از یک اعتماد اجتماعی برخوردار بودن در شورای انقلاب پذیرفته شدن و از اونجایی که امام با اینا قبلا آشنا بود، به سوابق اینا آشنا بود، اینها رو میشناخت،
در شورای انقلاب گرد آمدن. مسئله اینه که اون اعتماد اجتماعی رو شما با چی محک میزنید؟ مگه غیر از اینه که با مردم، با کمیت مردم در دراز مدت، البته با این میتونید بفهمید که اعتماد اجتماعی هست یا نیست. الان شما دم از اعتماد اجتماعی میزنید که وجود خارجی نداره. من همینطور که گفتم، تصور نکنید هر کس در جناح مخالف شما نیست حتما داخل جناح شماست، و با همین مسئله سوء استفاده بکنید که نماینده مردم باید از اکثریت بالایی برخوردار باشه. اکثریت بالا رو که با چسب و سیریشون که به هم نمی‌چسبونن. چطور بود که اون روز مردم داخل خیابون می‌شدن، با هم مبارزه می‌کردن، برای هم دیگه جان فدا می‌کردن؟ کونا چه کسی حاضر برای شما که فکر می‌کنید از اعتماد اجتماعی برخوردارید این کار رو بکنه؟ مسئله بعد، مسئله قرارداد هاست. شما یا منکر قراردادهایی که در زمان شاه بسته شده هستید یا نه میپذیرید که بوده، میپذیرید بوده و مخالفش هستید. به عنوان یک عضو شورای انقلاب تا حالا در مورد اون چیکار کردید؟ در مورد قراردادهایی که شما با هزار و یک مسائل امنیتی مخفیش میکنید، ادعا دارید که من سندی به شما ارائه بدم؟ گرچه این سندها بیرون آمده، گرسه سنت ها بیرون اومده و در نشریه های گروه ها و احزاب و سازمان ها دیده شده. نمونه شما چند تاشو بیرون دادید که ما یه نمونه شو به شما ارائه بدیم؟ بله، چیزی که مطرح شما در مورد این قرارداد ها تا حالا حرفی نمیون نیوردید. اون دکتر یزدی که وضعیت جاسوسیش مشخص شد، دکتر یزدی اظهار میکرد که بالغ بر هزار قرارداد، قراردادهای اقتصادی نظامی در ایران بسته شده. این واقعیات رو چجور باش برخورد میکنید؟ منکرش که نمیتونید بشید. شما چرا اونها رو با ملت در میون نذاشتید؟ بله، دکتر یزدی میگفتن که بالغ بر هزار قرارداد با آمریکا ما داریم، یعنی در زمان رژیم شاه بسته شده که الان تو دست ماست. تایید فرمودید؟ بله، بسیار. مسئله بعدی اینه که در ابتدای صحبت هم ما موضوع رو میخواستیم سر همین مسئله انحصار طلبی باشه. در هر حال شروع کننده یه موضوع توی یک جریان های غیر از این، بعد از این که ما سوال رو مطرح کردیم، در هر حال شما بودید که خب تاریخ درخشان بعضی مسائل رو ذکر کردید. از نظر ما مسئله انحصار طلبی رک و پوست کنده نمیشه که به مردم گفته بشه مردم، ملت، ما فرزند کسانی هستیم که شرکت داریم، سهامدار شرکت ها هستیم، جزء سرمایه‌دارای جامعه هستیم، وضع مرفعی داریم، یک نیروهای استثمارگری هستیم، نه با ملت در میون گذاشته میشه و نه با امام. پس چطور میشه اون جای خوب خوب رو اشغال کرد؟ مگه غیر از اینه با عوام فریبی؟ شما کی رو که پوست کنده با ملت در میون گذاشتید که چه وضعیتی دارید؟ و بعد مردمی رو که شاید 70% از حداقل سواد برخوردار نیستن، که همونطور که گفتم همونها هم دنبال شما نیستن، ولی باز
در ابتدای انقلاب فکر میکردید که از یک پایگاه و اعتماد اجتماعی برخوردار هستید و برای شما این توهم به وجود آمده بود که کدوم انحصار طلبی؟ ولی توجه داشته باشید که رابطه اعتماد اجتماعی داشتن همین مردم هستن. این مردم یک روزی نادانسته دنبال ما کم کم که فهمیدن خبری نیست، انگیزه هاشون رو از دست دادن، دنبالمون نمیان و فردا علیهمون. این قانونمندی حسی هست. با چه ایمانی امام علیه شاه مبارزه میکرد؟ به خاطر اینکه میدونست پیروز میشه، در این کارش موفق میشه، اگر هم نشد راهش صحیحه. نیروهایی که ندای مخالفت با این دولت از ابتدا سر دادند، همانطور که در گذشته بود بعد از انقلاب هم امیدوار هستند که نیروهای مردمی وقتی آگاه شدن، وقتی از زیر پوشش عوام فریبان بیرون آمدن، دنبال اونها خواهند بود. با این ایمان و با این شناخت هست که شماها رو ترک میکنند.